آزادی داره. حمودی از سمت راست یه بار دیگه الانگ الانگ که در غیاب هافبک‌های اصلی تیم استقلال، حالا پرویز مظلومی از او به عنوان یک بازیکن اصلی استفاده میکنه. الانگ باز دوباره به مرکز زمین میبرن توپ رو، به جایی که جواد شیرزاد و اسماعیل شریفات، حالا فرصت پشت دفاع برای آرش برهانی. تقریبا آخرین بازی هفته 18 لیگ برتر رو آغاز کردیم بعد از باخت پرسپولیس همراه با مصطفی دنیزلی که دیروز در انزلی به وقوع پیوست. حالا استقلال با سپاهان حساس ترین بازی هفته رو برگزار میکنن. حرکت یاران سپاهان بر تیم استقلال یعنی علی حمودی انجام نداد، راهش رو بستن. نوید کیا جدالش در مقابل الانگ زیباست و تماشاییه، تا اینجا اکثرا نوید کیا موفق بوده در مقابل الانگ. فرصت برای یاران سپاهان به سمت دروازه، یه فرصت خطرناک برای این تیم خوب اصفهان. این ضربات رو معمولا خوب میزنه، یه پاس خوب به روی محوطه و مهدی رحمتی با چه قدرتی و با چه پرش بلندی میاد تمام میکنه. ضد حمله برای استقلال، آرش برهانی، فرصت برای یاران استقلال و اون ورالا آخرین مسابقه هفته 18 رو خواهد داشت بین استقلال و سپاهان. آرش برهانی فرار سریع از بازیکنان استقلال به سمت دروازه، باز هم آرش برهانی یه ضربه یه چیپ میزنه، اما زود زد، عجله کرد آرش با رفتن فرهاد کنه، چون بیشتر بازی میکنه در استقلال و به هر ثبات بیشتری در خط حمله تیم استقلال پیدا خواهد کرد آرش برهانی. شریفات و برهانی مهاجمان تیم استقلال هستند، در حالی که بازیکن مثل فریدون زندی و مشتبه جباری الان کنترل میکنن. از این ور هم فرصتی دوباره برای استقلال ایجاد میشه، شیرزاد سانت میکنه، فرصت هست، جباری موقعیت برای شوت زدن، بازیکن رویایی این روزهای استقلال، باز هم یه ضربه از مشتبه جباری، توپ برمیگرده با دخالت رحمان احمدی و انگار کورنر شده. بله کورنر، باید منتظر باشیم و رقابت‌های نیم فصل دوم رو دنبال بکنیم. استقلال از تهران، سپاهان از اصفهان، نفت از تهران، تراکتورسازی از تبریز، همون سبا از قم، تیم‌های مدعی بالای جدول هستن. یه فرصت برای یاران تیم فوتبال سپاهان که به جایی نرسید. بازی تیم فوتبال سپاهان موقعیت حساسی هم هست. 5 بازیکن استقلالی در محوطه جریمه هستن و حالا ضربه رو زندی، باز هم مثل قبل کوتاه، حالا فرصت برای شیرزاد، ضربه توی دروازه، توی دروازه، یه گل قشنگ میزنه جواد شیرزاد. یادم نمیاد برای استقلال گل زده باشه، اما این گل رو خیلی قشنگ میزنه و یک بار ورزشگاه آزادی یک دست آبی پوش میشه و همه پرچم های طرفداران استقلال به اهتزاز در میاد. استقلال 1-0 از سپاهان جلو میفته. گرانچار مربی تیم فوتبال سپاهان حالا عصبانی و ناراحت از گلی که تیمش خورده. جواد شیرزاد مورد تشویق طرفداران تیم استقلال هم قرار میگیره. نگاه کنیم اشتباه مدافعان، فریدون زندی جوری زد مثل دفعه قبلش، این مار برید مدافعان سپاهان برگشت ناقصی دادن. نگاه کنیم توپ زیر پای شیرزاد افتاد و این ضربه پای چپ او محکم، فقط تور دروازه بود که مانعش شد. نتیجه 1-0 برای استقلال. حالا حتما اصفهانی ها رو هم حدادی فر، بازیکن تازه به تیم تراکتور سازی رفته، به ثمر رسونده. یه موقعیت هم اینجا باز هم سپاهانی ها دارن. فوتبال داره گرم و پر حرارت این زمستان سرد رو پشت سر میگذاره. استقلال در تهران یه میبینه که بیشتر از ابتدای بازی است. فرصت برای مجتبی جباری، توپو میفرسته. عماد رضا هر لحظه میتونه حضور خطرناک باشه. فرصت برای سپاهانی ها، 3-4 بازیکنشون حمله خطرناکی رو شروع کردن. محرم نوید کیا، پاس به عقب با کریمیان، این طرف بلافاصله برای حسن جعفری، جعفری سانت میکنه، موقعیت برای عماد رضا به وجود میاد، توپ برمیگرده. یه بار دیگه فرصت برای سپاهان است و یاران این تیم که میبرن توپو به سمت چپ در محوطه جریمه. پاس به بیرون، سید صالحی، توپ به او نمیرسه و کورنر جباری این بار خواهد زد.
روی دروازه، فرصت برای استقلال و بلافاصله هم محرم نوید کیا پا به توپ فرار میکنه. کریمیان یه پاس خوب میندازه برای عماد رضا، اگه بتونه از یار مستقیم رد بشه. سید صالحی میتونه یک دو بکنه، سید صالحی به بیرون، فرصت برای سپاهان و ضربه محکمی که کریمیان. عماد رضا یه پاس خوب روی دروازه تیم استقلال و اعلام پایان نیمه اول با نتیجه 1-0 به یا ببینیم آیا تا پایان بازی در زمین حضور خواهد داشت یا آقای کرانچار تصمیم میگیره که او رو از زمین بیرون بیاره، چون شرط جسمانی او به گونه ای نیست که بتونه احتمالا تا پایان 90 دقیقه در زمین دووم بیاره. حالا بیک زده توی حرکت، یه سانتر خوب، موقعیت برای شوت زنی سپاهان، ضربه بازیکنای سپاهان و بازیکنای گمنامی هم به استقلال اومدن. گویا ارتباطمون با خیابانی برقرار شده. میریم به ورزشگاه آزادی و گزارششون رو به طور مستقیم از ورزشگاه آزادی میشنویم. و حساب کار بدون گل، مثلا میخوام 1-0 برای استقلال در جریان بازی و بدون گل در این نیمه مساوی دنبال میشه. استقلال نیمه اول یه گل زده اما در این نیمه فعلا بازی بدون گل مساوی. فرصت برای یاران تیم فوتبال استقلال، موقعیت برای گل دوم این تیم. اولین حمله استقلال در نیمه دوم بود. حالا باز هم فرصت برای استقلال، یه لحظه اشتباه میکنن، توپ لو میره، مجددا زردپوشان سپاهان. کریمیان اون وسط زمین واقعا برای تیم سپاهان خیلی خوب بازی کرده، در کنار نوید کیا. جانواریو میارن برای هاشم بکزاده. جریان بازی سپاهان قشنگ و تماشایی، یه ضربه خوب از بکزاده. رحمتی نگاهی به مالکیت توپشون بیشتر هم شده. بازی مثل سرچشمه با سایپا 0-0 مساوی تمام شده. یه فرصت برای سپاهان توی دروازه، توی دروازه گل مساوی رو سید صالحی میزنه. گل مساوی رو بازیکنی میزنه که قبلا در تیم استقلال بازی میکرد. و اینجا نگاه کنید قوقایی است که طرفداران سپاهان در ورزشگاه به پا میکنن. خوشحاله سید مهدی سید صالحی و سید مهدی رحمتی. اینجا دروازش باز شده. طرفداران سپاهان با طوفان زرد آسیا سپاهان رو تشویق میکنه و مرزبان هم میاد چه طرفداری از بازیکن گلزن تیمش میکنه. نگاه کنیم کار عالی بازیکن سپاهان، دخالت محسن بنگر باعث میشه توپ دوباره از این طرف سانت بشه و این ضربه سر تماشایی سید صالحی. مهدی رحمتی هم هر چه تلاش کرد به توپ نرسید، واقعا ضربه سر عالی زد. بازم بازیه، بله عرض کردم خدمتتون، مساوی شده رو به نفع خودشون برگردونن. هر لحظه ممکنه بازی به نفع یکی از دو تیم برگرده. فرصت برای استقلال، موقعیت برای شریفات. حالا بعد از این حمله شد عمران‌زاده، حسینی، الانگ، منتظری، جباری، زندی، شیرزاد، شریفات و برهانی شروع کردن. شریفات حرکت میکنه، فرصت داره، نظر داور پنالتیه، پنالتی برای تیم استقلال. بلا فاصله کارت زرد. اگر فکر کنیم که پنالتی گل میشه به جایی نرسیده. اگر پنالتی گل بشه، ضمن اینکه صحنه رو ببینید کاملا مشخصه که از پشت بازیکن تیم استقلال شارژ میشه، به زمین میفته و بلا فاصله من صحنه رو میدیدم. البته نمیشه قطع و یقین هم گفت که حتما پنالتی گل میشه. مجتبی جباری پشت توپه. دیروز مهتوی کیا با اون همه تجربه پنالتی خراب کرد، این بار جباری میزنه و خراب میشه. توپ میگیره، توپ رو دروازه‌بان تیم سپاهان میگیره، توپ او رو سر جاش برگردونن. رحمان احمدی خیلی خوب نگاه کنید، در دو مرحله گرفت، توپ هم از خط اصلا رد نشد. جباری هم بعدن اومد خوب گرفت، اینجا تو این زاویه مشخص بود، خیلی خوب گرفت. اصلا بلند شدن از اون طرف 8 دقیقه 1-1 مساوی. حمودی الانگ
یه پاس خوب میندازه، اگه برسه به توپ حمودی که میرسه، هاراسانت عالی به روی دروازه و باز هم رحمان احمدی. تلاش بی پایان پرویز مظلومی برای راهنمایی بازیکنانش. کرانچار آرامتره و زیاد کنار زمین هم نمیاد، حتی فقط آقای مرزبان کنار زمینه و کرانچار در نیمکت باقی مانده. سپاهان وارد محوطه جریمه است با عماد رضا، ایمانی، یه شوت محکم و تماشایی از راه دور، فرصت عالی برای یاران تیم سپاهان و گوران جاکاویچ به عنوان یک فوروارد میره یه شوت. همینجا یاران سپاهان محکم میزنن که باسم ابراهیمی میزنه. رحمتی اعلام خطا از جاکاویچ، هنوز تو بهش نرسیده. از اونور حرکت برای برهانی که رفته لب خط. جاکاویچ آمده به عنوان بازیکن اصلی و بازیکن نوک در خط حمله قرار گرفته. برای دروازه یه فرصت، پاس به بیرون از جاکاویچ، جباری ضربه رو میزنه و میخواد پنالتی خودش رو با این شوت. دیگه اکبر ایمانی میبرن برای بازیکنان تیم سپاهان تا برسونن به عماد رضا، به اون نمیرسه. فرار آرش برهانی، جاکاویچ آماده است در خط حمله تا توپ به او برسه. آفساید هم نیست، فرصت برای این بازیکن تا در اولین بازی گل هم بزنه. کجا میزنه؟ انگار در ورزشگاه هایی که او بازی کرد. نزدیک به 9 متر هم فاصله بازیکن سپاهان است. توپ جباری به سمت دروازه و ضربه از بالای دروازه به بیرون میره. خوب زد مشتبه. به حال هر فوتبالیستی دوران اوجی داره، دوران فرودی هم داره. البته نه اینکه مشتبه الان دوران فرودش باشه، نه، به حال بازی هم تمام میشه. بله، بازی به پایان میرسه. استقلال با سپاهان 1-1 مساوی.